با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 19 از ماه فوریه است. در روزهای جمعه مدت یک ساعت و نیم خدمتتون هستیم. این برنامه همونطور که بیش از این اعلام کردم قرار است از ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس به 6 بعد از ظهر منتقل بشود. ما منتظریم که جا به جایی هایی که قرار است بشود تا ما بتوانیم زودتر خدمتتون باشیم. امشب مهمان بزرگواری داریم، جناب آقای بهمن امینی که بعد خدمتشون خواهیم بود. اجازه بفرمایید که یک غزل بسیار مشهور از خواجه حافظ برای شما بخوانم. بله، میفرماید: دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنون مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. شست و شوی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد تو این دیر خراب آلوده. به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم ای جان جهان، دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می ناب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع آلوده. غزل خیلی خیلی مشهور خواجه حافظ شیرازی. خدمت شما عرض میکنم دو روز پیش سالگرد اعدام کرامت الله دانشیان و گل سرخی بود. من به یاد دارم در تبریز بودم و در تلویزیون پخش میشد. ما از ابتدا تا انتها اون چیزی که پخش شد هرچه نشستیم متوجه نشدیم اصلا اتهام چه هست. در واقع یه عده رو دستگیر کرده بودن و اینها به جرم ربودن ولیعهد گویا اتهامشون این بود. و عرض شد که خب وقتی شما 9 نفر چریک هستین میخواهیم که یک کاری به بزرگی ربودن ولیعهد ایران رو به عهده بگیرید، شما سر تا پا مسلح میشوید به ابزار چریکی، گنجلیقه‌های ضد گلوله، سلاح‌های مدرن مسلسل، نارنجک‌ها، چنین و چنان، و آماده میشوید اینها. یک هفت‌تیر ما دیدیم، یک هفت‌تیر که من گفتم این هفت‌تیر شکسته. بعد دوستی رفتن با آقای ثابتی معروف گفتن این مشیری گفته هفتیر چوبی. من عرض نکردم هفتیر چوبی، عرض کردم یه هفتیر شکسته. از بس این هفتیر کهنه و بیریخ بود این آوردن که اینها میخواستن با این هفتیر این عده. و بعد اون تعداد بقیه هم آوردن، یه مش آدمایی که هیچ سلفیتی با هم نداشتن اینها، و محاکمه این دوتن گل سرخی و کرامت الله دانشیان. ما دفاعی ندیدیم از اینها، ما فقط دیدیم که گل سرخی کتش رو در آورد و گفت من از دست این دادگاه به مراجع بین المللی شکایت میکنم و نامی از حسین برد، حسین ابن علی. دانشیان بیچارم همینطور. و بعد ببینید میگوید فردوسی، میفرماید چو تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید به کار. دو جوان ایرانی رو نشان دادن، خانواده های ایرانی نشستن و تماشا کردن
و ارتباط برقرار کردن. دو تا آدم زنده، دو تا جوان رو می دیدن که اصلا معلوم نبود اتهام اینها چه هست و غیر قابل تصور بود عملی که انجام شد. بردن و این دو تن رو تیرباران کردن و از سبت که این یک شوکی به حدود شاید 10 ریشته در ایران، در فضای سیاسی ایران ایجاد کرد. البته من در اون موقع از ایرانم یه بیرون آمدم و یکی از کارهای خیلی خیلی عجیب و شگفتانگیز بود که در ایران انجام شد و من فکر میکنم که کسانی که طراح این کار بودن خطای بسیار عمده ای رو مرتکب شدن از نظر ارتباط دولت و ملت. شما دو نفر را بیاورید و اصلا ملت متوجه نشوند که اتهام اینها چیز، بعد اینها رو برن و تیرباران بکنن. این یک اشاره بود به اون کار و واقعا کار بسیار زشت و بسیار بسیار کریهی بود و می شود گفت که در ذهن مردم بر جای ماند اعدام این دو تن. و همین در واقع اینجور کارها رفته رفته خشمها رو در دل مردم بیشتر کرد و کشوری که نیازمند اصلاحات بود نه انقلاب، ما نیازمند انقلاب نبودیم، در واقع انقلابمان شده بود قبل، باسی اصلاحاتی می شد، قانون رعایت می شد، انتخابات آزاد، روزنامه های آزاد، بیان آزاد، قلم آزاد، اینا چیزهایی بود که در واقع نبود و از نبود اینها بود که در واقع رفته رفته اون ماجرا پیش آمد و به این به دهان اژدها افتاد، کشور به دهان اجدها افتاد، در حالی که شاید به راحتی میشد با اقدام به اصلاحاتی که 2 سال جلوتر و احترام قانون اساسی اینها متاسفانه نشد. این داستان داستان گذشته است و انقلاب شد و انقلاب شد و ناگهان دیدیم که مقصود انقلاب که آزادی بود و استقلال بود و بعد قانون اساسی و این حرفا، رفته رفته نام اسلام عزیز هم به میان آمد، تک و توک آخوندها سر کلشون پیدا شد و ناگهان امام خمینی وارد شدن و یک مرتبه آمال و آرزوی ملت بر باد رفت با سرقتی که خمینی از انقلاب مردم کرد. و من امشب یه چیزی شنیدم سردرد گرفتم. در شهر ما یک دبیرستان داشتیم، دبیرستان فردوسی. امشب شنیدم که این دبیرستان رو دبیرستان امام خمینی، بله دبیرستان امام خمینی، فردوسی رو برداشتن، خمینی رو گذاشتن به جاش. البته ما مردم هم مقصریم، یک سره نمیتوانیم هی بنشینیم و گناه رو به گردن زورگویان بیندازیم. زورگویان همواره مترصد گرفتن قدرت بودن و هستن. باری وقت شما رو هموطن عزیز نمیگیرم، اجازه بدید که جناب آقای بهمن امینی رو خدمتتون معرفی کنم. آقای امینی در سال 1349 برای تحصیل در رشته جامعه شناسی وارد دانشگاه تهران می شود و 2 سال بعد در جریان تظاهرات اعتراضی دانشجویان علیه نیکسون رئیس جمهور آمریکا دستگیر می شود. او مجددا در سال 1352 به جرم فعالیت سیاسی در مشهد دستگیر و به زندان می افتد و در سال 1356 از زندان اوین آزاد شدند. پس از انقلاب فرانسه مهاجرت می کنند و به تحصیل در رشته جامعه شناسی می پردازند. پیش از اتمام مقطع دکترا برای فعالیت در راستای افشای سرکوب های جمهوری اسلامی و اعدام فعالان سیاسی در دهه 60 با مدرک پیش دکترا تحصیل را رها می کند. بهمن امینی در حال حاضر مدیر انتشارات خاوران است و تا کنون نزدیک به 100 عنوان کتاب فارسی منتشر کرده
و سالهای متمادی برنامه های دیدار با اهل قرم را در پاریس برقرار می کردن. او همچنان به فعالیت های سیاسی و حقوق بشری ادامه می دهند. عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی و انجمن جمهوری خواهان ایران در پاریس هستند. درود می فرستم خدمت دوست گرامی جناب آقای امینی. صبح شما بخیر. خدمت شما و همه همیهنان عزیزم. آقای امینی، از شما بسیار سپاسگزارم که صبح زود از خواب برخاستید، صبح به این زودی باید گفت، و آماده شدید که با ما صحبت کنید. بی اندازه از شما سپاسگزار هستم. خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم از شما، ولی به هر ترتیب این تفاوت زمانی بین کشور عزیزمون ایران و اروپا و آمریکا که بخش زیادی از ایرانی ها فعلا در اونجا پراکنده هستند، این رو الزام آور میکنه، ولی در برابر اون کاری که باید بکنیم برای مردم و کشورمون یه صبح زود بلند شدن میشه گفت به هیچ وجه به حساب نمیاد. زنده باد. احسن بر شما، احسن بر شما، درود بر شما. خب جناب امینی، اجازه فرمایید، چون ماه بهمن است و اینها، خب دیگه به پایانش رسیدیم و موضوع انقلاب یک شمه‌ای، بفرمایید در باب اینکه این انقلاب در واقع انگیزه هاش چه بود و علت آن که در هیچ زمینه ای این انقلاب توفیقی به دست نیاورده است تا به امروز. سهل است که در همه زمینه ها شکست خورده است. چه بوده؟ ما بسیار در واقع چیزها شنیدیم از اینها، که عرض کنم که گرفتن قدس و بیرون ریختن یهودیان در آب نمیدونم دریای سرخ، و عرض کنم که مسلمان ساختن روسها و صدور انقلاب، صدور انقلاب، بله صدور انقلاب در سرتاسر سر جهان، و همه این ماجراجویی ها و همه این صحبت ها خسران و زیان جبران ناپذیری برای ملت داشته است. از اون هاسشگیری شما بگیرید تا جنگ، و عرض می شود که همین داستان پیورزی در این که نیروی اتمی این حق مسلم ماست، و به هبا و هدر دادن همه سرمایه های ملت در این راستا، و همه اینها، اینا همه چیزهایی بوده که با شکست روبرو شده است و هیچ کس هم مسئول جواب به ملت نیست. من خواستم شما این جمع‌بندی بفرمایید از این داستان انقلاب و این مراتبی که بهش اشاره شد. ببینین، با فرصتی که ما داریم میشه فقط به یکی دو نکته مهم اشاره کرد که زمینه هم باشه برای فکر کردن به شرایط امروزمون و یک به اصطلاح نتیجه گرفتن از اون تجربه برای اینکه چراغ راهی باشه برای تلاش های آیندهمون. در حقیقت اشاره که شما کردین به زنده یادان کرامت دانشجویان خسروگل سرخی، زمان محاکمه شون من در زندان مشهد بودم، اون محاکمه رو در تلویزیون از زندان مشهد دیدم. خودش یک اشاره خوبی بوده، شرایط رو نشون میداد. من یک دانشجوی سال فرض بکنین دوم دانشگاه بودم، سوم دانشگاه بودم در رشته جامعه شناسی که زندانی شده بودم، و بعد دو تا جوون دیگه هم سن و سال من یک 32 سال بزرگتر از من، دادگاه میاد و با اون نمایش مسخره‌ای که شما به خوبی توضیح دادین محکوم به اعدام میکنه و اعدام میشن.
یعنی شرایط پیش از انقلاب رو، سالهای پیش از انقلاب رو کم و بیش از لحاظ آزادی ها در جامعه ما با همین اشاره‌ای که شما کردین به اون دادگاه نشون میده. ولی من فکر میکنم یه خورده حتی باید پیشتر بریم و به 25 سال بعد از کودتا تا انقلاب 1357 باید برسیم. یعنی در حقیقت کودتایی که در 28 مرداد شد جلوگیری کرد از دولت دموکراتیک دکتر مصدق و رشد جامعه، رشد دموکراتیک جامعه زمینه های بسیاری نارسایی های بعدی رو فراهم کرد. اگر یادمون باشه قوام السلطنه که نخست وزیر خود شاه بود و هیچ نسبتی با فرض بکنین چپ و یا نیروهای ملی نداشت، زمانی که در پاریس اینجا بستری بود، وقتی شاه در قانون اساسی دست برد و به خودش قدرت بیشتر از آنچه که در انقلاب مشروطه برای شاه در نظر گرفته شده بود در ایران داد، یه نامه نوشت و برای شاه نوشت این کار شما غیر قانونی بود و علاوه بر اون شما با این کارتون دودمان خودتون و کشور ایران رو به باد دادین. بله. زمانی خواهد شد که دیگه سرنیزه ها نمیتونه جلو به اصطلاح پشتوانه شما باشه. یعنی اون یه سیاست مدار زیرکی بود، میدونیم که وقتی برگشت مورد بیمهری هم قرار گرفت. درسته. واقعیت اینه که دستاوردهای انقلاب مشروطه بعد از کودتای 28 مرداد ذره ذره گرفته شد و زمینی فراهم شد برای نارضایتی ها، برای نارضایتی های اقتصادی اجتماعی و به ویژه دست تمام نیروهای دموکرات و ملی بسته شد. هیچ گونه سازمانی، حزبی، سندیکایی چیزی نبود و از اون طرف روحانیت به خاطر ترسی که شاه از نیروهای چپ و به خصوص شوروی داشت یک مقدار زیادی دستشون باز گذاشته شد، غیر از معدودی تون روحاشون بقیه روحانیت به خوبی کار خودشو میکرد و شبکه گسترده رو در سر تا سر ایران به وجود آورد. و وقتی که نارضایتی ها تبدیل شد به اعتراضات، به تظاهرات و به اصطلاح شرایط بحرانی، روحانیت به میون اومد و تازه باز هم با یک اشتباه بزرگی که در اون سالها، در اون روزها شد. شما خوب یادتونه شروع انقلاب ایران به عبارتی در سال 1154-55 با اعتراضات بسیار مسالمت آمیز با نام نویسی به شاه بله. خواست اجرای قانون اساسی و اینها بود، ولی اون نامه احمقانه رشیدی مطلق در اطلاعات چاپ شد، بلوایی در قم ایجاد کرد، اون بلوا رو با کشتار پایان دادن. به دنبالش الوا در تبریز و در مشهد و همینطور روحانیت رو به عبارت میشه گفت حتی به میان کشیدن. تا قبل از اون اصلا ما نمیدیدیم حتی یک روحانی رو، ولی روحانیت با این ترتیب آمد و با اون چیزهایی که هممون شاهد بودیم دست گذاشت روی اون خواستهای دموکراتیک و اجتماعی که داشت و به قول شما میشد با اصلاحات جلو این انقلاب رو گرفت، ولی متاسفانه چنین نشد. اشتباه پشت سر اشتباه شد تا جایی که به هر ترتیب 22 بهمن پیش آمد و اینجا به جای قدرت صورت گرفت. بله، همینجور است که میفرمایید. خیلی 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 خوب شما بررسی کردید و خیلی به سادگی میشد که جلو این داستان رو گرفت. خب بعد آخوندها آمدن. در ابتدا ما دیدیم که یک در واقع مناسب چگونه ارز کنم پایین، حالا آقای بازرگان هم به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن و عرض شود که آقای کریم سنجابی هم دیدم اونجا لباسی پوشیده بود و اینها و وزیر و اینا. بعد رفته رفته این تعداد رو هم بیرون کردن و مملکت
خالص شد در کنترل ملایان و از اون مجلس ملی که قرار بود تشکیل بشود و خواست مردم در قانون متجلی بشود نشد و اون آقای بهشتی آمد و گفت این انقلاب اسلامی است، کسانی که میخواهند اینجا باشند بایستی متخصص اسلام باشند. به عبارت دیگر میگفت فقط آخوند میتواند عرض کنم که در این مجلس باشد و بعد هم اون قانون اساسی کذا و کذا رو در واقع به کرسی نشاندن و اون رفراندومی که در تاریخ بشر بی سابقه است که شما مردمی که انقلاب کردند و خواستار توسعه سیاسی هستند و خواستار آزادی هستند، حالا شما بیاورید و بگویید جمهوری اسلامی آره یا نه، که معلوم نیست محتوای این جمهوری اسلامی چه چیزی است و مردم منتظر چه چیزی خواهند بود و چه به روزگارشون خواهد رفت. اون کارم انجام دادن و کل قدرت رو به دست گرفتن و ما هنوز جمهوری اسلامی رو میبینیم که به شیبه های مختلف، به خصوص بزرگترین در واقع تکنیک و تاکتیک این جمهوری بحرانسازی است، مشغول به کار هست و عرض می شود که قدرت رو کنترل کرده و با ارعاب و وحشت و آدم کشی و عرض کنم که جاسوسی که از روز اول آقای خمینی حتی به مردم، به بچه ها اینها میگفت جاسوسی کنید برای پدر و مادرتان و اینها، یکی از پلیدترین حکومت های تاریخ انسان در واقع در ایران ما تجلی کرد. حالا من میخواستم در بخش اول در باب در واقع صفات و ماهیت این رژیم از قبیل قوانین ضد بشریش و از قبیل نگاهش به حقوق بشر که اینا از تبعات استبداد دینی هست، به خصوص این استبداد ما، در این باب صحبت کنیم تا برسیم به موضوع دیگر. ببینیم نظر شما چه هست در این باب. من به روی چشم فقط میخواستم یک اشاره بکنم چون برای گفتگوی بعدیمون هم میتونه مفید باشه. شما اشاره کردین که ما باید به نقش خودمون، به نقش مردم هم در آنچه که اتفاق افتاد توجه داشته باشیم، یعنی البته رعایت عدالت بشه. من میخواستم در همین رابطه بگم که نیروهای مترقی، نیروهای ملی، نیروهای چپ ایران در مقطع انقلاب دچار اشتباه بزرگی شدن با انتخابی که کردن، در حقیقت در حتی مرحله‌ای که دولت بختیار سر کار آمد جانب روحانیت و جانب اون به اصطلاح شوری که شده بود رو گرفتن. این انتخاب به کل نیروهای مترقی لطمه جبران ناپذیری زد قبل از این که حتی کشتارها شروع بشه. به عبارتی شکست اخلاقی و از نظر مشروعیت سیاسی بهشون داد که تا سالها و سالهای بعد نتونستن سر بلند کنن و حتی تا امروز، یعنی در اون لحظه نتونستن بفهمن که بین یک دولت دموکراتیک و به عبارتی سکولاری که آقای بختیار پیشنهاد میکرد تا جمهوری اسلامی نامشخصی که یک روحانی به نام خمینی به اصطلاح پیشنهاد میکرد، حتی اگر مواضع ضد امپریالیستی و همسال هم میگرفت، بایستی اون به دولت دموکراتیک و اون جدای دین از دولت و اون آزادی ها و اون حقوق بشر رو انتخاب میکردن. این روشنی که داشتن در رابطه با این مسائل بهشون لطمه جبران ناپذیر زد و حتی امروز هم اگر ما ناروشنی در انتخابامون رو داشته باشیم بهمون برای آینده سیاسی لطمه خواهد زدش. اما در رابطه با مسئله ماهیت جمهوری اسلامی خب خیلی روشن هستش. از روز اولی که اینها سر کار آمدن اولین کارهاشون با
اعدام و دستگیری و روسری ها تو سری شروع شد و اگر که پشتوانه عظیمی کرد انقلاب مشروطیت و تجربه های جنبش های مثل جنبش نفت و به طور کلی پختگی مردم ایران نبود، شاید از اول ما رو می بردن به دوران طالبان یا عربستان سعودی، ولی مردم ایران خب به هر ترتیب یک تجربه عظیم مبارزاتی در 100 سال گذشته داشتن، به راحتی نمی شدش که هرچی که می خوان بکنن، ولی خب سرکوب به کمکشون اومد، نیروهای مختلف رو سرکوب کردن و همونطور که اشاره کردین حتی وعده هایی رو که داده بودن همه رو زیر پا گذاشتن. اون نیروهای مختصر معتدلی هم که همراهشون بود رو حذف کردن و به جای به اصطلاح مجلس مؤسسان هم اون مجلس خودشون رو تشکیل دادن و قانون اساسی خودشون رو گذاردن. اگر نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیندازیم کافیه برای که بدونیم ماهیت این نظام چی هستش. وقتی که در قانون اساسی میگه که این جمهوری به اصطلاح در گیومه بر مبنای شریعت اسلام هستش، بر مبنای وحی الهی هست، بر مبنای به اصطلاح دستورات ائمه و نماینده امام زمان و نماینده حاضرش در این به اصطلاح دوره هست، همه چیز رو مشخص میکنه. در این جمهوری اسلامی از روز اول نیمی از مردم حقوق کمتری داشتن یا اصلا حقوقی نداشتن، یعنی فرق میکنیم زنان. در این جمهوری بسیاری از شهروندان، یعنی در این رژیم ولایی، چون حیف کلمه جمهوری واقعا، بله، این رژیم ولایی بسیاری از شهروندان هیچ گونه حقی نداشتن از ابتدا، بهایی ها هیچ حقی نداشتن، شهروندان سنی حتی هنوز که هنوز بعد از 37-38 سال حق داشتن یک مسجد در تهران رو ندارن، در آبیش نمیدونم یهودی ها همه و همه و نیروهای مخالف رو هم که اینها تا تونستن قد و قم کردن و حتی میبینیم در میان خودشون هم رحم نمی کنن و وقتی که به اختلافات بین خودشون میشه مثل گرگ‌هایی که سر یک لاشه احیانا با همدیگه جنگ میکنن همدیگر رو میدارن، ولی وقتی که یک احیانا خطری از بیرون میادش میبینیم که همه این گرگ‌ها باز با همدیگه میشن برای رفع اون خطری که موقعیتشون رو احیانا ممکنه متزلزل بکنه. بنابراین ماهیت جمهوری اسلامی از روز اول از نظر سرکوب، از نظر نقض حقوق بشر، از نظر نداشتن هیچ گونه آزادی سیاسی، نبود حزب، نبود سندیکا روشنه. بعد از 40 سال هنوز کارگران ایران یک سندیکای مستقل ندارن، دانشجوها یک به اصطلاح انجمن مستقل ندارن، قانون نویسندگان ایران همچنان مورد سرکوب و پیگرد هستش، سانسور میبینیم در حد اعلاش، روزنامه ها همچنان بسته میشن. وقتی که یک هنرمند نقاش جوان 27 ساله برای یک کاریکاتور 11 سال 12 سال زندان میگیره، شرایط حقوق بشر در اون جامعه رو نشون میده. همین روزهای پیش از این تعداد زیادی از شهروندهای بهایی ما در گرگان اینها محاکمه شدن و نزدیک به 200 سال زندان گرفتن. یعنی باور نکردنیه. یا امیر قلی‌پور زندان میدن 22 سال 20 سال 18 سال باور نکردنی هستش. از هر طیف و هر صنف و جوان و پیر و زن و مرد هم که ببینین، شما الان باز هم زندانی دارن و اونایی را هم که تونستن ساکت بکنن با همین سرکوب ها ساکت کردن و به عبارتی بعد از اون کشتارهایی که در اوائل سال 60 و 67 کردن، الان به نسبت اون دوره کمتر کشتار هست، ولی حاصل همون سرکوب ها
یعنی در واقع ماهیت رژیم تغییری نکرده، یعنی همان رژیم است و زمانی دستش برای ارعاب و سرکوب و قتل و کشتار بازتر بود، امروز اندکی در واقع دستش بسته تر هست. و من متحیر شدم از این مطلبی که در باب هموطنان بهایی فرمودید، متحیر شدم که چگونه می شود به راحتی یک کسی رو بدون گناه به 20 سال زندان محکوم کرد. یک دوست عزیز من دارم در ایران و ایشون خب یکی دو سه کلمه حرفی زده بود با یکی دو تن از سیاسیون، دو سه تا عکس انداخته بود، یک مرتبه ریختن سرش چند نفر از همین از این جانوران و بعد بردن و مدت 8 روز فقط کتک زدن و بعد ایشونو که بردن پیش قاضی، که البته اینا قاضی دیوان بلخ هستن، گفتن که آقای قاضی اینها با من چنین کردن و چنان کردن، گفته است شما زبان سرخی دارید، یعنی برگرفته از اون ضرب المثل مشهور ایرانی که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، یعنی اینها طاقت دو کلمه حرف از یک جوان تحصیل کرده ایرانی ندارن و معلوم نیست که سرنوشت این ملت به کجا خواهد رفت با این وضعیت. اجازه با درود مجدد بر شما هموطنان گرامی، با دوست ارجمند آقای بهمن امینی صحبت میکنیم. جناب آقای امینی، این رژیم از روز نخست کشتار را آغاز کرد و معترضی نبود، یعنی همون زمانی که این ملا آمد در اون مدرسه و افسران ایرانی رو بر روی پشت بام تیرباران کرد و تبریک ها گفتند به او و در واقع آدم کشیر و در واقع باطل کردن حقوق ملت و به هدر دادن سرمایه های ملی و در واقع ارعاب و وحشت در سر تا سر کشور با این رویه و ایجاد بحران های جعلی و در واقع خلق دشمنان موهوم، یک روز آمده و هیچ گونه حقی برای این ملت این رژیم قائل نبوده تا به امروز و همچنان با اون شدت و حدت ادامه دارد. در واقع این رژیم پشتیبانی می کند از رژیم بشار اسد که 500 هزار نفر از شهروندان خود رو کشته و در این اواخر هم دیدیم که بمب‌های بشکه‌ای بر روی سر مردم سوریه می‌ریزد و این رژیم اون رژیم رو می‌خواهد نگهداری بکند. معنیش این هست به گمان من، برداشت مخلص این است که ما اگر بخواهیم رژیمی رو نگهداری کنیم، خون انسان‌ها برای ما ارزشی ندارد، با شما هم همون کار رو خواهیم کرد. در این معادله در واقع تکلیف ملت واقعا چیست و چه راهی برای آینده هست؟ خارج کشور که متاسفانه من متحیر و متعجب هستم که چگونه با این در واقع عدت و عدت که ما داریم در جامعه، یعنی چند میلیون آدم های باسواد، آدم های موفق و با این تعداد هنوز یک اپوزیسیون متشکلی ما نداریم. سهل است که برعکس هم شده، روز به روز متفرقتر شدن مردم به واسطه همین اپوزیسیون های جعلی. تا کی این بدبختی و این گرفتاری ادامه خواهد داشت؟ دریایی از خون بین ملت ایران و این رژیم برپاست و جاری است و راه چاره چیست؟ ما فقط باید مشاهدگر باشیم و هر روز نقد بکنیم از این آخوندها، یا اینکه بایستی عملا کاری کرد؟ من میخواستم ببینم نظر شما چیست و چه باید کرد؟ بیشک باید کاری کرد، ولی خب نظرهای متفاوتی هستش که چه کار باید
شورش و انقلاب هستن یک مقداری خودمون رو دچار مشکل میکنه و در نظر مردم هم بی‌اعتبار میکنه، به ویژه وقتی که یک برنامه روشنی برای گذار از جمهوری اسلامی ارائه ندیم. مسئله مهمی که ازش اینه که همطور که اشاره کردیم میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور هستند و میلیون‌ها ایرانی هم در داخل کشور ناراضی هستند. جدا از این که در همه این انتخابات که از اول برگزار شده ما می‌بینیم میلیون‌ها ایرانی شرکت نمی‌کنند، خب یه تعدادی به طور معمول در کشورهای غربی هم مثلا در انتخابات شرکت نمی کنن، ولی تعداد زیادی هم به خاطر نارضایتی و اعتراض شرکت نمی کنن. تعدادی از اونهایی هم که اصلا رأی می دن طرفداران این نظام نیستن، معترضین هستن، در عین حالی که به خاطر مسائل محلی یا یک سری اجبارهایی برای به اصطلاح بهبود یک ذره شرایطشون در انتخابات مثلا شرکت می کنن. ولی به هر ترتیب اون چیزی که همه به اصطلاح اذعان دارن این که اکثریت مردم ایران این نظام رو نمیخوان، تحت فشار هستن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، آزادی تحت فشار هستن. مثلا اینه که خب چه کار باید کردش؟ اون چیزی که اینها موفق شدن که در همه این سالها جلوگیری بکنن از هر گونه تشکل ایرانی ها، چه در داخل و چه در خارج، با آوردن فکر های به اصطلاح ناروشن و نادرست. مهمترین مسئله که ایرانی ها الان دارن اینه که حول یک سری ارزش ها و یک سری مواضع درست متشکل بشن و یک برنامه پروژه‌ای برای گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک بر مبنای حقوق بشر، بر مبنای آزادی، بر مبنای دموکراسی، بر مبنای جدایی دین از دولت ارائه بدن و بدونن که این امر یک روزه اتفاق نمیفته، زمان میبره برای که اعتماد مردم ایجاد بشه، برای که به اصطلاح مقاومت های مدنی، اعتراض های مردمی شکل بگیره و در این توازن قدرتی که به خاطر این 37 سال حکومت جمهوری اسلامی یک مقدار به نفع حاکمیت هستش رو تغییر بدن و بتونن شرایطی رو فراهم بکنن برای گذار از این جمهوری اسلامی. بنابراین گام به گام ما امروز به اصطلاح به حساب میادش و میتونه توضیح داده بشه در رابطه با اون پروژه طولانی که داریم برای گذار از جمهوری اسلامی. البته من وقتی که میگم طولانی یعنی این رو به اصطلاح 50 سال و 100 سال آینده موکولش نمی کنم، امیدوارم هرچه زودتر اتفاق بیفته، ولی می دونیم که همین فردای مثلا انتخابات نخواهد بودش. روی این جهت این مسئله که ما بتونیم متشکل بشیم فوق‌العاده مهمه. حالا در خارج از کشور اگر در نظر بگیریم دو عرصه حرکت و فعالیت برای ایرانی ها هست که لزوماً همه در این دو عرصه حرکت نمی کنند. یکی عرصه فعالیت های اعتراضی و دفاع از حقوق بشر هستش که یک سری نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری توی این عرصه فعالیت دارند و تعدادی از ایرانی ها در شرکت می کنند. هرچه بیشتر این عرصه رو ما تقویت بکنیم خب به خود میتونه فشار رو روی مردم، روی نیروهای به اصطلاح سیاسی و اجتماعی در ایران کم بکنه و زمینه هایی برای حرکت های مردمی در داخل ایجاد بکنه. و یک عرصه سیاسی هست که نیروهای سیاسی در اون عرصه پروژه های خودشون رو برای گذار از جمهوری اسلامی ارائه میدن و در این راستا حرکت میکنن که بتونن اعتماد مردم رو جلب بکنن، مقاومت مردمی رو بیشتر بکنن تا زمانی که گفتم این توازن قوا
به نفع مردم بچربه و مردم بتونن این نظام رو، حالا بعضی ها دوست ندارن این کلمه رو به کار ببرن، سرنگون کنن، این نظام رو کنار بذارن و یا از این نظام رو گذر کنن به یک نظام دموکراتیک. روی این جهت این دو عرصه نباید با هم دیگه مخلوط بشه و باعث بشه که یک سری حرکت هایی که میتونه خیلی وسیع و گسترده بسیاری از هموطنان ما رو گرد خودش بیاره و محصر باشه، مثل دفاع از زندانیان سیاسی، بلا فاصله با یک سری شعارهایی که برای امروز نیستش و بیشتر جنبه سیاسی داره قاطی بشه، که این خودش یک مشکلی رو ایجاد میکنه. اما در زمینه فرض بکنیم پروژه های سیاسی، یک نقطه خیلی مهمی که مطرح هستش اینه که ما باید توجه داشته باشیم هر حرکت یک نیروی سیاسی به حساب میاد. همونطور که گفتم انتخابی که در مقطع انقلاب ما کردیم لطمه ای رو که زد به اعتبار نیروهای اپوزیسیون در دراز مدت، حتی در این انتخابات پیش رو انتخابی که می کنیم و کاری رو که پیشنهاد می کنیم، فعالیت رو که پیشنهاد می کنیم، می تونه برای ما اعتبار ایجاد بکنه در اون پروژه دراز مدت گذار از جمهوری اسلامیمون و یا بهش لطمه بزنه. این مسئله خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم که برای یک نیروی سیاسی هیچ حرکتی به خود اون حرکت تموم نمیشه. یعنی اگر الان مسئله انتخابات هستش، اگر فردا احیانا مسئله مثلا مذاکره با غرب هستش یا هر برنامه دیگه هستش، وقتی یک نیروی سیاسی وارد اون مقوله میشه، بررسیش میکنه، موضعی رو اعلام میکنه، باید توجه داشته باشه که این اثرش باید در دراز مدت و به عنوان یک گامی در راستای اون پروژه‌ای باشه که به عنوان پروژه سیاسی داره، برنامه‌ای باشه که میخواد فردا احیانا ازش دفاع بکنه و پیش ببره. روی این جهت در رابطه با همین انتخابات پیش رو، به نظر من کسانی هستن که از خارج کشور نشستن برای مردم ایران میگن تحریم کنید. این به نظر من موضعیه که توی این سالها اتفاق افتاده. مردم کمتر ارتباط دارن با اپوزیسیون، توجه ندارن، درگیر مسائل خودشون هستن و شرکت یا عدم شرکتشون در انتخابات بیشتر با اون مسائل خودشون هستش، بدون اینکه من اینجا بهشون بگم که شرکت بکن یا شرکت نکن. و در حقیقت من وقتی که میگم شرکت نکن و اون گوش نمی کنه، اعتبار رو از دست میدم. وقتی هم که میگم احیانا شرکت بکن، باز اون گوش نمی کنه و این شرکت بکنه من با مواضع سیاسی من نمی خونه. یعنی من از یک طرف میگم که من میخوام از جمهوری اسلامی گذار کنم، از یک طرف میگم برین به مثلا احیانا درژی نجف آبادی یا ریشهری یا فلاحیان که هر کدومشون کسانی هستند که باید در دادگاه بین المللی به اصطلاح محاکمه بشن در تمام جنایت هایی که کردن، اعتبار سیاسی خودم رو از دست میدم. میگن بنابراین بیعمل باشیم؟ نه، یعنی کسانی که دفاع میکنن که حتما باید در یا نه گفت یا ها گفت، کسی که درگیر این ها یا نه خطاب به مردم میشه و براشون تکلیف میخواد معین بکنه در شرطی که نیروی به حساب نمیاد و ارتباط نداره، میگن پس بی عمل باشیم؟ نه، در مرحله کنونی و این شرایطی که هستش و توجه مردم، بهترین کاری که میشه کردش همین کاری که شما میکنین و یا بعضی دیگران میکنن، یعنی ماهیت این نظام رو همواره به اصطلاح برش تأکید کردن که یک نظام غیر دموکراتیک، انتخابات درش هیچ وقت آزاد نبوده و این که یک انتخابات آزاد چه هست و این که ما باید برای این انتخابات آزاد تلاش بکنیم، زمینه‌هاشو فراهم بکنیم بدون اینکه به اصطلاح رویا پردازی بکنیم. بنابراین صرف این که به جنبش تحریم نپردازیم یا به جنبش این که بریم به این جانی‌ها رأی بدیم نپردازیم به معنای بیعملی نیست. از رضا نفس عمله، به این معنا که فردا وقتی که
بگیم که ما این راه درست رو انتخاب کردیم که باز هم و باز هم از یک سری به اصطلاح ارزش ها دفاع کردیم و گذاشتیم در برابر اون به اصطلاح خیلی شبازی به خود آقای دکتر ملکی که جمهوری اسلامی به عنوان انتخابات علانه مطرح بکنه. بنابراین یک مقداری در اون حدی که میشه توی این فرصت گفتش، من فکر میکنم شرایط کنونی به این صورت هست. حالا احیانا من در خدمت بودم اگر که نکته دیگه رو میفرمایید. آقای امیری، این ساختار جامعه ایرانی به گونه ای بود که تعداد کمی میدل کلاس داشت که رو به فزونی بود. مشهور است که در واقع میزان ترقی و تعالی جامعه رو میشود از تعداد میدل کلاس تشخیص داد و بعد کشاورزان در کشور ما، دهنشینان، که اینها از روزگار کوروش کبیر یک کسی نیامد اونجا بگوید آقا حال شما چطور است، شما اصلا اهل این مملکت هستید نیستید. اینها آمدن و تکنیک گداپروری و دستنگری و فرومای پروری رو به جای در واقع تولید کار که شخص با غرور بره و سر کار و با درآمدش زندگی بکند، این موضوع عرض بکنم کمک های نقدی به راه انداختن و چون اینها در کار گدایی متخصص هستند، چون یک عمر کار اینها خب گدایی بوده، به یک نوع در واقع تکدی بوده کارشون، از اینها آمدن و در دهات آقا چند تا بچه داری؟ 6 تا بچه دارم، 6 تا 40,000 تومان به این بدن. به یک وجهی مردم رو فریفتن در راهی که به هیچ جا منتهی نمی شود، یعنی اما عرض کردم گداپروری. من یک تصاویری دیدم که حیرت زده شدم، یعنی هجوم به بانک برای گرفتن این 40,000 تومان و مردمی که گره خوردن دم در و فشار که زیاد شد، این گره که شکست یه نفر پرتاب شد بر روی اون کانتر اون بانکیه که این 40,000 تومان رو بگیره که حالا این 40,000 تومان به جایی که نمیرسه. این است که با این ترفندها مردم رو دلخوش کردن و در واقع شاید بتوانم عرض کنم که از مسیر مبارزه بیرون کردن. از سوی دیگر اون طبقه متوسط جامعه رفته رفته از میان رفته. ما طبقه متوسط، من نمیدانم واقعا به معنی کلمه ما داریم یا نداریم اساسا. این یکی هم افزودن بودجه های سرکوب و در واقع استخدام چاقو کشان و اراذل اوباش، از سوی دیگر یک فضایی به وجود آورده که کار رو قدری مشکل می کند. من اطلاعات خیلی دقیق از قضای داخل ایران ندارم، چیزهایی است که ما می شنویم، از دور دستی بر آتش داریم. در واقع روشن فکران من نمی بینم در داخل ایران. زمانی ایران محل روشن فکری بود، می شد که در واقع روی رجال سیاسی حساب کرد، رهبران بودند به هر صورت، رجال بزرگ در مملکت ما بودند که مردم به حرف اونها گوش میدادند، چه در واقع در ایلات و عشایر و جاهای دیگه که اینها رفته رفته با اون برنامه های اصلاحات ارضی و غیره سرکوب از میان رفتن، یا در شهرها. این است که کار قدری مشکل می شود. من میخواستم ببینم که شما بدبین نیستم. خوشحالم که بعد بینیسیم. بفرمایید. آره نه، من بعد داده شما بعد نیستم آقای مشیری. من معتقدم همطور که شما میگین طبقه متوسط در همه این به اصطلاح سالها و در بسیاری از کشورها منبع حرکت و تغییر طبقه متوسط بوده. بله. فرق
تغییر کشاورزان و یا کارگران که متشکل نشدن، هنوز آگاهی کامل ندارن و درگیر مبارزه نشدن، اینها خب اکثرا درگیر معاش روزانه شده هستن و در شرایطی هم که نمیتونن به اصطلاح وارد مبارزه سیاسی بشن، و یا اینکه همینطور که شما گفتین به خاطر اون فرق و به خاطر ناآگاهی به راحتی میتونن به اصطلاح به دنبال روهای یک نظام دیکتاتور تبدیل بشن. اما طبقه متوسط همواره در همه جا مرکز تغییر و تحول بوده. من فکر میکنم در ایران گرچه فشار روی طبقه متوسط زیاد بوده و یک بخش های از طبقه متوسطی که در دوران گذشته به وجود آمده بود از بین رفت، ولی به هر ترتیب این ثروت عظیم و گسترش شهرنشینی یک طبقه متوسط جدیدی رو به وجود آورده. به هر ترتیب کشور ما الان میلیون ها جوان فارغ التحصیل از دانشگاه داره، 500 هزار خود اینها سمینار تشکیل میدن به عنوان مشکلاتی که وجود داره، 500 هزار زن با مدرک بالای لیسانس و دکترا دارن که اینها نه براشون شغل میتونن اینا درست کنن و نه میخوان یعنی درست کنن، و نه این زنها حاضرن به هر ازدواجی و به هر موقعیتی تن بدن، یک مشکل اجتماعی هستش. این نیروها جوانهای ما همطور که میبینیم وقتی میان خارج در بهترین موقعیت های دانشگاهی یا تحقیقی یا حتی اقتصادی یا اجتماعی قرار میگیرن، اینها در همون جامعه علارغم اون سرکوب، علارغم اون فشارها و علارغم اون مافیایی که اون بالا هستش، مردم یه بخشی تلاش خودشون میکنن و زندگی میکنن و یک سری ایده هایی رو در خودشون میپرورنن. ما دور نیستیم از جنبش چپ. جنبش چپ یک نمایش در حقیقت همین طبقه متوسط شهری ایران بودش که یک مرتبه‌ای همه دنیا رو به اصطلاح خیره کرد. بله، تنها و تنها یک بخش کوچک هم نبودش، نیروهای بسیار وسیعی بودن. درست از ابتدا رأی منکو و انتخاب آقای یعنی عدم انتخاب آقای موسوی اتفاق افتاد، ولی نیروی عظیم شهری که تغییر رو میخوادش و ایده های مترقی داره و میخواد این نظام رو پشت سر بذاره وارد مبارزه شدن. شعارهاشون حتی دیدین که تا جمهوری ایرانی یا به هر ترتیب آزادی و نمیدونم استقلال و اینا همه دوباره به میون اومد. بنابراین من مقدار زیادی امیدوار هستم به این نیروی جوان که با همه سرکوب نتونستن. شما میبینید که حتی در روز اولی که این اصلاح طلبانی که همه گونه حاضر شدن بپذیرن به اصطلاح پایینا و خودشون رو به حد اقل مطالبات و به اصطلاح خواستای سیاسیشون بکاهن، جوانهایی که میان اولین حرفی رو که میزنن اونجا در رابطه با موسوی و کروبی و رهنورده. چیزی که جالب هستش در لیست این دوستان اصلاح طلب و به اصطلاح اعتدالیون و اینها کسی هستش که همین دیروز در فرض بکنین مجلس خواهان اشد مجازات برای موسوی و کروبی بود، یعنی آقای فاطم جلالی. بعد اینها کمپین تبلیغاتی میذارن برای انتخاباتشون، همون جوونا میان و شعار به اصطلاح آزادی موسوی و کروبی رو میخوان. میخوام بگم نتونستن که این طبقه متوسط رو از بین ببرن، به ویژه جوانها و زنهای ما که همواره حضور داشتن. فقط به فقط مشکل اینه که یک نیروی سیاسی منسجمی که بتونه یک پروژه گذار رو عرضه بکنه و به ویژه رویا پردازی نکنه، مراحل مختلف رو بتونه سازماندهی بکنه و تشکل ایجاد بکنه، نیست تا اون طبقه متوسطی که شما میخوان خودش رو نشون بده، تا اون جنبش های مدنی بهش بپیوندن، تا احیانا کارگرانی که خواستار سندیکا هستن همراهی بکنن و یا مثلا دانشجوان و اینها.
مسئله مهم این به وجود آمدن همون چیزی که خودتونم اشاره کردین به فوق دانش، یک نیرویی که بتونه اعتبار ایجاد بکنه، اعتماد ایجاد بکنه و واقعا یک پروژه روشنی برای گذار داشته باشه تا همه این حرکت ها رو بتونه همراه خودش بکنه و از این نظامی که تنها و تنها برای ایران از روز اول فاجعه بوده بتونه عبور بکنه، مردم ایران بتونن عبور بکنه. بسیار سپاسگزارم. جناب امینی، در باب این انتخاباتی که در پیش هست، شما آیا تفاوتی میبینید بین این انتخابات و انتخابهای پیشین که در واقع انتخابات که چه عرض کنم، بارها من عرض کردم خدمت هموطنان که انتخابات بدون تشکیلات حزبی خصوص اساسا بی‌معنی است. انتخاباتی که در واقع رأی ملت از رأی ملت برنخواسته باشد، انتخاباتی که در واقع کاندیداها رو مردم نشناسند و بحثی نباشد و مناظره ای نباشد و در واقع ساختارهای حزبی مملکت نباشه، انتخابات بی‌معنی است، اصلا معنی نداره. انتخابات برای تغییر هست و 30 سالی است مردم ما رأی میدهند، همون عده بر پای هستند و عرض میکنم که دوست عزیز من در وایس آف امریکا بررسی کردن و نشون دادن که تمامی کسانی که قدرت در دست دارن، بخش اعظمشون اینا اساسا ایرانی نیستن، یا از فلسطینن یا از عراقن یا از جاهای دیگه هستن آمدن و همون مهره ها هستن که جابجا شدن و تغییری ایجاد نشده و در واقع تکرار همون در واقع انتخابات پیشین هست. آیا این انتخابات یک ویژگی دارد که ما نمیدانیم یا همان است که بود؟ همینطور که شما میگین در ادامه بقیه انتخابات به اصطلاح جمهوری اسلامی هستش که در حقیقت اطلاق کلمه انتخابات بهش یه مقداری ظلم به مسئله انتخابات و واقعا این پایه یک دموکراسی هستش. یک تفاوتی البته داره براش به حساب میارن و توجه داشتش که ما به هر ترتیب دو تا انتخابات در پیش رو داریم. در هفتم اسفند انتخابات مجلس خبرگان رهبری هست و انتخابات مجلس شورای اسلامی. انتخابات مجلس خبرگان به خاطر اینکه به هر ترتیب برای 8 سال هستش و فکر میکنن و بسیاری هم شاید امیدوارن که آقای خامنه ای در این 8 سال بر ترتیب به اصطلاح به دیدار ایزد منان بره، روی این جهت برای جانشینی اون خب یک سری دندون تیز کردن و درگیری هایی در همون مافیاهای قدرت هستش که حالا فردا چه کسی بیاد احیانا که یه مقدار کنترل‌تر باشه، یه مقدار مثلا کنترل‌تر باشه و به این دلیل برای مجلس خبرگان یک مقداری اهمیت قائلن. مجلس شورای اسلامی اون اهمیت رو نداره، ولی کسانی هستن که میگن مهمه برای این که بتونه از دولت آقای روحانی که در راستای نزدیکی با غرب و گشایش اقتصادی یه مقداری حرکت میکنه قرار بگیره و زمینه های یه مقدار گشایش سیاسی رو به ترتیب فراهم بکنه. به نظر من با توجه به یعنی یک تفاوت عمده ای که این انتخابات با انتخابات پیش از این داشت، این که در هیچ انتخاباتی اینطور رژیم جمهوری اسلامی نیروهای خودش رو هم حتی قلقم نکرد، یعنی آنچنان به اصطلاح انتخاب کردن که نه در مجلس شورای اسلامی و نه در مجلس خبرگان این انتخابات
کرده آها و ما رو در برابر این گذاشته که احیانا برای که آقای مثلا جنتی یا مصباح یا آقای یزدی وارد مجلس خبرگان نشن، به دوری نجف آبادی یا آقای شهری یا فلاحیان یا حسینیان یا آقای سید امامی یا نمیدونم عبد خدایی برادر اون عبد خدایی که ضارب دکتر فاطمی بود و همساله هم به اصطلاح رأی بدیم. یعنی وقتی شما نگاه میکنین به پیشینه تک تک اینها، باور نکردنی هستش که در چه به اصطلاح پست هایی و در چه جاهایی اینا قرار داشتن و چگونه انتخاب شدن. رو این جهت این انتخابات تفاوتش در همین حد هستش که به طور کامل کامل از قبل برنامه ریزی و مهندسی شده و نمیتونه تغییری در سرنوشت کشور ایجاد بکنه. و اون چیزی که مهم هستش اینه ماهیت این انتخابات، ماهیت این کاندیداها، ماهیت به اصطلاح این پیشنهادهایی که میشه، این به اصطلاح وسوسه هایی که میشه احیانا یک مقداری روشن بشه و گفتم در همون راستا تلاش بشه برای اینکه گفته بشه گام به گام ما باید از این نظام عبور بکنیم. ساختار جمهوری اسلامی به گونه ایه که برای بخش انتخابی هیچ گونه قدرت مانوری نمیذاره، چون خیلی ها میگن که جمهوری اسلامی ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت، ولی وقتی به ساختار به اصطلاح جمهوری اسلامی نگاه میکنه، ساختار قدرت، جمهوریت برای فقط بدک کردن و ظاهر سازی هستش. هیچ گونه قدرتی این جمهوریت در برابر اون اسلامیت نداره و تمام ارکان قدرت در اختیار بخش اسلامیت، در بخش رهبری مجلس خبرگان، مجلس مصلحت نظام هستش و مجلس شورا که بخش به اصطلاح انتخابی هستش که تازه باید از فیلتر شورای نگهبان بگذره و رد صلاحیت ها و همه اینها، قدرتش در برابر اون دیگر نهادهای قدرت که همه در اختیار رهبری هستش در حقیقت به هیچ وجه به حساب نمیاد. زمینه‌ای برای تغییر نیست، چون کسانی که شما رو تشویق میکنن به شرکت در انتخابات و یک پروژه دیگه رو در برابر پروژه گذار از جمهوری اسلامی زن که ما جمهوریت رو تقویت کنیم در برابر اسلامیت و ولایت، ولی چگونه جمهوریتی که به طور کامل در اختیار خودشونه و از قبل همه چیزش مشخص میکنن، شما چگونه میخواین تقویت بکنین؟ تنها بازی در بساط به اصطلاح اونها خواهد بود و گفتم همون نکته ای رو که آقای ملکی میگن، یعنی خیمه شب بازی که از قبل اون آدمک ها رو اونها براش پروژه شد چیدن چگونه حرکت بدن و پایان بازی رو برای خودشون چگونه به اصطلاح مشخص بکنن. بنابراین تفاوت ماهوی این انتخابات نداره و هیچ گونه هم نمیتونه سرنوشت کشور رو مشخص بکنه، چه حالا آقای روحانی و امثال آقای روحانی یکم جلو بیان یا به اصطلاح جناح تند رو، تفاوت چندانی نخواهد داشت. از شما بسیار سپاسگزارم جناب امینی گرامی و اینکه باز مجدد تاکید میکنم به این مسئله در واقع حضورتون در صبح زود در پاریس بسیار بسیار تحلیل خوبی فرمودید از زوایای مختلف و امیدوارم ما بتوانیم به خدمت شما باشیم. از اون سپاسگزارم. و امیدوارم فرصت های بیشتری منم بتونم در خدمت شما باشم و امیدوارم که مفید باشه و امکان ارتباطی با هم میهنانمون باشه، با این امید که به هر ترتیب این شرایط باقی نمیمونه
سفید سفید است. است و امید به آزادی، امید به دموکراسی و به یه نظامی که واقعا مردم ایران شایستش هستند بعد از همه این سالها از انقلاب مشروطیت تا امروز براش مبارزه کردن بتونیم برسیم. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. من به شما روز بخیر میگم در پاریس و امیدوارم باز در خدمتتون باشیم. هموطنان گرامی، صحبت کردیم با جناب آقای امینی و تحلیل های جانانه ای که در ارتباط با کلیت چیزی به نام جمهوری اسلامی کردن و برنامه ما هم رفته رفته به پایان رسید. در اینجا با سپاس از سپر به اتفاق دوست گرامی آقای بدیعی از شما خداحافظی میکنم تا روز دوشنبه. تا روز دوشنبه، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.